درخواست میکنیم از خانم ستوده که چند کلمی برام صحبت چطوری این همه لطف میتونم پاسخ بدم. واقعا در توان من نیست. وقتی که به مجلس آمدم یادم اومد که اولین بار آقای عالی پیامو در اون زندان کوچک دیدم، حالا تو زندان بزرگ دیدم. جدا از بقیه خانما تکی میرفتم ملاقات. بعد یه شانسی که اون وسط هاتون یه سال نصیب من میشد، خیلی وقتا چهارشنبه ها که روز ملاقات من بود تعطیل بود و جایگزین غالبا به من روز دوشنبه رو میدادن که با روز ملاقات آقایون تداخل پیدا میکرد و من اون روز شانس بزرگی می آوردم. خیلی از دوستان و همبردان مرد خودم رو میتونستم ببینم. خیلی روزای خوبی بود از این بابت. بین هنرمندا که نمیشه حرفی جدی زد جز این که من بگم که هنر اون چیزیه که واقعا حسادت منو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه کاری رو میتونه بکنه که هیچ رشته‌ای نمیتونه انجام بده. هنر راه بهترین راه دور زدن استبداده. هنر قانون بازی با استبداد رو تغییر میده. حرف جدی استبداد رو شوخی میگیره. به قدرت استبداد با طنز پاسخ میده. و قاعده بازی رو از این بابت به هم میزنه. از این بابت ها خیلی خوبه. همینطور من از این فرصت استفاده میکنم به شما میگم که آره، من خودم که چند ماه اخیر آزاد بودم، ما ظاهرن آزادیم اما همیشه دلمون بین دو گروهه، کسانی که در خونه های خودشون در حسرن، خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی. اونها زندانیان وجدانن و همینطور زندانیان وجدان که در زندانهای شهرهای مختلف ایران حبس خودشونو دارن میکشن. اونها نه تنها فعالان سیاسی هستند، بلکه بسیاری از اونها طبقه فعالان مدنی یا اقلیت‌های قومی، مذهبی و غیره رو تشکیل میدن، اقلیت عقیدتی رو تشکیل میدن. من از بین همبردان خودم امروز که در جمع شما بودم گفتم شالی رو بندازم که یکی از اقلیت‌های مذهبی برای من بافته بود، اینو به یاد اونا گفتم بندازم به جمع شما. یادمون باشه دادرسی زندانیان وجدان بدون رعایت قانون بوده، در دادگاه‌های سری و با روش‌های امنیتی بوده. همچنین حصر خانگی این سه عزیز هم از مصادیق بارز بازداشته خودسرانه است. پرونده وکلایی که بعد از انتخابات دستگیر شدن، من اینجا جا داره از آقای عبدالفتاح سلطانی و جناب آقای سید محمد سیدزاده نام ببرم که پرونده همه ما رو به درخواست لغو پروانه به دادگاه انتظامی دادن. دوستان عزیز،
وکالت و احیای عدالت امانتی بود که از دیگران به ما رسیده بود، با پروانه یا بی پروانه ما اینو به آیندگان خواهیم سپرد. ممنونم. بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه‌های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می کند. برای شرکت در این کلاس ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران.